بینندگان عزیز، سلام و درود بر شما. خبرهای جنگ از روسیه دوباره واصل می شود. یک جنگ مهیب در حال آغاز شدن است و زلنسکی رسما اعلان کرده که روسا می خواهند جبهه تازه را از بلاروس بکشایند. همچنان زلنسکی در اظهارات خود گفته که اگر کیف تخلیه شود، یعنی مردم در حال برآمدن است از شهر کیف، اگر کیف تخلیه شود بسیار به سرعت سقوط خواهد کرد. و در این حال از فرمانده عمومی جنگ اوکراین، جبهه اوکراین، برای زلنسکی در یک پیام ویدیویی صریحا گفته که فرار سربازان و عدم استفاده از سلاح زیاد شده و بیشتر نیروهای اوکراین در جبهات به جای اینکه بجنگن خود پنهان میکنن. خب یعنی که جنگ اوکراین در یک مسیر بسیار خطرناک قرار داره و ایره ما به خاطر مطالعه میکنیم که بخشی از جنگ منطقه‌ای آسیایی که کشور ما هست، یعنی یک سر دیگه ماجرا این طرف است. ما او طرف مطالعه میکنیم تا به اصطلاح تأثیراتش بر اوضاع کشور خود ما و حوزه خود ما در نظر داشته باشیم. حتی میگن که احتمال داره وارد یک جنگ اتمی شود، اما این کاملا غیر واقعی است. جنگ اتمی را هیچ کس جرأتش نداره، یک خودکشی است. رئیس جمهور روسیه دو روز پس از ای که در یک جلسه طولانی و مخفی در وزارت دفاع با وزیر دفاع و لویدریسیز و قماندان جنگ اوکراین در مذاکرات مشغول بود، از موجه که برآمد راست رفته به بلاروس. خب اولایی که در مسکو چه فیصله شد؟ فیصله مهمی باید صورت گرفته باشه، اما یادم چرا در بلاروس میره؟ خب ظاهر قضیه است که از بلاروس جبهه باز میشه به طرف کیف. بلاروس همسرحد با پولند است، یعنی به اصطلاح کشاندن جنگ به اروپا است و باز شدن جبهه هم به معنای سقوط کیف است. اما آیا چنین چیزی هست یا چیز دیگه هست؟ روسا عادت دارن یک چیز به اصطلاح مانور میکنن، ضربه را در دیگه جای میزنن. اینجاست که پیش ما سوال میشه که در مسکو چه فیصله شده باشد. یعنی پوتین واقعا برای اجرای امو فیصله های جلسات سری خود با وزیر دفاع و قماندان جبهه اوکراین و لویدریسیس رفته با بلاروس؟ در این شکی نیست که پس از او فیصله های سری اعلام نشده اونجا رفته، اما اونجا چی کار میکنه؟ گفته میشه که در آغاز سال جدید میلادی جبهه دوم از خاک بلاروس علیه ناتو بازخواست شد. خب روسا میگن که جنگ ما با اوکراین چی است؟ اوکراین خود ناتو است، ناتو در پشت است، جنگ ما با ناتو است. از یک سو اطلاعات ایرم که من از منابع خاص خبری گرفتم، تمام ارتش بلاروس یک قسمتش به سرحدات پولند جابجا شده، یک قسمتش به سرحدات اوکراین. حتی انتقال جنگندهایی که قادر به حمل موشک خنجر هستند از روسیه به بلاروس مشاهده شده. همزمان با سفر پوتین به مینسک یک کار دیگه هم شده، یک تطبیقات نظامی که ما شما میگیم تطبیقات نظامی که رزمایش جنگی به زبان امروز است، در حال انجام است در اون منطقه بین ارتش بلاروس و روسیه. چند ساعت پیش از او که پوتین بره اونجا، کیف راکت باران کردن. آیا بلاروس وارد جنگ اوکراین میشه؟ بلاروس وارد جنگ اوکراین است؟ دیگه این سوال ما نمی کنیم.
زلنسکی میگه که در اوکراین حال این نگرانی مطرح است که پوتین در صدد ایجاد جبهه از شمال است. ای استخبارات اوکراین است. همه چیز گواهی میده که یک موج از اوکراین آغاز میشه. مگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که احمقانه از غلط است. مردم عزیز، بینیمی رقم نمایشاتی که من برای شما گفتم که وایتور میگن و پسکوف میگن این غلط است، شما به عنوان ناظر جنگ های اینم آسیایی و افغانستان چی میگن در این باره؟ آیا واقعا جنگ از اون طرف شروع میشه؟ یا سخن پسکوف که ما یک رقم خودش گپش های تو بی اساس و عجولانه فکر میکنیم که نه غلط است، بی اساس است، یا ای صحیح است؟ از یک نظر هر دوش صحیح است، اما شاید جنگ از بلاروس به طرف کیف نبیه، آغاز نشه، روسیه یک هدف کلیدی دیگه ره بزنه. ای در تکتیک های جنگی خود روسا اینمی عادتشان است. شاید هدف روسیه از این مانور بیجا کردن ارتش اوکراین از پایگاه های اصلی به یک طرف دیگه باشه و به این ترتیب امیر رخ عملیات نه از طرف بلاروس که از یک خط دیگه تعیین کرده باشه. فکر ما همی است. خب البته تردید سخنگوی کرملین در مورد جبهه جدید زیاد قابل اعتماد نیست. این سخنگویا وقتی که گپ میزن گپ شما نگرانی دولت های اروپایی از حضور پوتین در مینسک بیشتر است که بالاخره جنگ به اروپا میکشانه. شاید یک پیام پوتین اینی است که اروپا باید خود را جمع کنه، از اصطلاح توزیع عشری اسلحه به اوکراین خود کنار بکشه. شاید یک پیامش اینی است. به خاطر از اینکه تا این لحظه که ما شما صحبت میکنیم امریکا در صدد تحویل موشک های ضد هوایی پاتریوت است. پاتریوت اون دستگاه است که وقتی که موشک میای قپش میکنه، یعنی به اسرائیل که داده اینا رو میخواین به اوکراین انتقال بدن و انگلیس ها هم با یک اعتماد میگن که ذخایر موشکی روسیه در حال خلاص شدن است. ما چه فکر میکنم؟ انگلیسی ها میفهمند که روسیه به طور سنتی از زمان استالین دارای فابریکات بسیار غولاسای ذوب آهن و اسلحه سازی است و این فابریکا به تولید تسلیحات و مهمات هر زمانی که لازم باشه ادامه میدن و سرعت هم به خود میدن. انگلیس هایی را میفهمند که آلمان نازی در جریان جنگ دوم جهانی به تولید اسلحه ادامه میداد و تا آخر به کمبود تسلیحات روبرو شد، اما شوروی به کمبود اسلحه مواجه نشد. ای تجربه تاریخی جنگ های جهانی است که روسیه در محورش قرار داشت. روسا به شدت فابریکات تولید جنگ ابزار فعال نگاه کردند. چون این جنگ را اینا پیش بین بودن تمام فابریکات آماده است و بسیار به گونه فزاینده انواع تسلیحات سنگین و مدرن حال تولید میکنه. مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تولید تسلیحات در تمامی فابریکای روسیه را نظارت میکنه، مثل لورنتی باریا در زمان استالین. حتی گفته میشه که روسا با استفاده از این جنگ اوکراین تصمیم گرفتن که تسلیحات مدرنتر و پیشرفته تر را تولید بکنن و آزمایش کنن. جنگ کلان شده به خاطر از اینکه آسیا میخواهد تعامل یا توازن قدرت در جهان تغییر بده، یعنی چند قطبی بسازن. مضمون جنگ یعنی است. دمی و خبر میرسه که کیف در آستانه تخلیه از سکنه است. خب بالاخره رئیس جمهور اوکراین مجبور شد که بگویه که مردم کیف
خودشان حالا میتونن تصمیم بگیرن که در شهر باشن یا نباشن. در شهر باشن فایده چی ساله؟ به خاطر از اینکه نه برق است، نه گاز است، نه سیستم خدمات است، نه حمل و نقل است، نه تولید است. چه گفته باشن؟ روسا کلش با موشکای پیشرفته زده فلج کرده. خب زلینسکی مثلا مچم که در کیف هست یا نیست میگه که ما مقاومت میکنیم، ما به بردهداری اعتقاد نداریم، جامعه دموکراتیک هستیم. این خو یک گپ است. اینال گفته که دولت باید مسیرها و فرصتهایی را که مردم میخواهند از شهر براین او را باز بکنه، فراهم بکنه. یعنی کیف در آستانه تخلیه است. معنای ازی چی است؟ که کیف در آستانه سقوط است. وقتی که یک شهر فلج میشه، سقوط میکنه، به اصطلاح تخلیه میشه از انسان، او به شهر ارواح تبدیل میشه که میه یک ارواح دیگه میه جایش میگیره، او رو میگیره. زلینسکی خب هشدار خدا داده که اگر شهر خالی شود، روسا بسیار به سرعت شهر میگیرن. اولین بار است که پاره میزنه. دلیل خودش جالب است، میگه که دفاع موثر از شهرهای اوکراین تنها در صورت امکان پذیر است که ساکنان شهر در اون مستقر باشند. در میگه که درست روسیه 70 موشک شلیک کرده، برق سراسر اوکراین قطع، دسترسی به آب و گرمایش مختل است. در پای اینمی بمباران زلینسکی، خب آلو زلینسکی هم ناپدید است که از یک پناهگاه میره به دیگه پناهگاه، در یک شوانه اعلامی های خدا، بیانی های خدا پخش میکنه. گفت که 6 میلیون اوکراینی که در شهر بودن، خب بالاخره ما تانستیم برقش ایچی کنیم، دوباره ما وصل بکنیم. اما وصل کردن 6 میلیون برق او کاملا یک چیز موقتی و کاملا بی‌اعتبار است، چون این چیز امکان نداره در شرایطی که باران راکت بر یک شهر میباره. بنان اینجا شما فکر میکنین که جنگ اوکراین در حال اختتام است؟ از نظر اما به اصطلاح مرحله دشوار و تعیین کننده جنگ که در تاریخ نوشته خواهد شد در حال اختتام است. غرب دیگه نظر و منافعی که داره به طور مستمر دائمی و بدون تاریخ از اوکراین دفاع کردن نمیتونن، نه از نظر اقتصادی نه از نظر نظامی. بنابراین به همین خاطر است که روسا تمرکز خود بسیار در همین جنگ خود گرفتن، به اصطلاح تقریبا به اوضاع افغانستان به این طرف تقریبا چشم خود بستن برای فعلا گزارشاتی که ما داریم. تا این پیان انکشافات بعدی خدمت شما رو به خداوند می‌سپارم.